محمد جواد ظریف صبح یکشنبه هفتم مهر ماه 1392 در گفتگو با شبکه ABC در نیویورک گفته که مقام‌های ایرانی هر گونه کشتار بیگناهان در دنیا را محکوم می‌کنند و فرقی نمی‌کند این جنایات در آلمان نازی‌ها یا فلسطین و در چه زمانی اتفاق افتاده باشد. آقای ظریف در این گفتگو هولوکاست را یک جنایت فجیع و نسل کشی خوانده است. مجری برنامه اما به انتشار ادعای رهبر جمهوری اسلامی به زبان انگلیسی در سایت او اشاره می‌کند که در آن علی خامنه‌ای هولوکاست را افسانه می‌خواند. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به مجری برنامه گفت آنچه در سخنرانی‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان افسانه هولوکاست ترجمه شده اشتباه از برگردان فارسی به انگلیسی است. آقای ظریف ادامه داد که با رهبر جمهوری اسلامی ایران صحبت کرده و او به صراحت کشتار انسان‌های بیگناه را محکوم کرده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره سخنان علی خامنه‌ای که به زبان انگلیسی در سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده گفته که این موضوع را با سایت دفتر رهبری در میان خواهد گذاشت. آقای ظریف در بخش دیگری از این گفتگو به پرونده هسته‌ای ایران اشاره کرده و گفته که حق غنی‌سازی ایران قابل مذاکره نیست. وی همچنین از آمادگی ایران برای گشودن درهای تأسیسات هسته‌ای بر روی بازرسان بین‌المللی خبر داده است. او همچنین گفته اگر ایران مطمئن شود که آمریکا حقوق هسته‌ای ایران را به رسمیت بشناسد، شانس واقعی برای رسیدن به توافق وجود خواهد داشت. ظریف همچون دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرده که این کشور دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. آنطور که وزیر امور خارجه ایران در این مصاحبه گفته است، او در ملاقات با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نیویورک اعلام کرده عدم ساخت سلاح هسته‌ای فقط هدف آنها نیست، بلکه هدف ایران هم هست، چرا که آن را بر جهت منافع و امنیت ایران نمی‌دانیم. هولوکاست که در سال‌های پیش در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به یکی از موضوعات جنجال برانگیز در مورد ایران تبدیل شد، نه تنها به سخنرانی‌های رهبر ایران که به گفته‌های رئیس جمهوری سابق این کشور نیز باز می‌گردد. احمدی نژاد هولوکاست را افسانه خوانده بود و دولت او در این مورد نشست و کنفرانسی نیز در تهران برگزار کرده بود. این گفته‌ها سبب شد تا مقام‌های اسرائیلی با اشاره به آن و نیز برنامه اتمی ایران که تل‌آویو آن را نظامی عنوان کرده است، جمهوری اسلامی را متهم به فراهم کردن زمینه برای ایجاد هولوکاستی دیگر کنند. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، این موضوع بار دیگر به مصاحبه‌های شبکه‌های آمریکایی با مقام‌های ایرانی بازگشت است.